اسلحه التي تم استخدامها في شواهد اولیه نشان میدهد سلاح‌های استفاده شده در حمله تروریستی به بقیق و خریس ایرانی بوده. الاسلحه هي اسلحه ایرانيه. عربستان میگوید مبدا حمله یمن نبوده و سلاح به کار رفته هم ایرانی است. واکنش احتمالی آمریکا ایران و متحدانش را در منطقه در چه شرایطی قرار میدهد؟ در 60 دقیقه امشب از ابعاد و پیامدهای این حمله میپرسیم. از استاد امنیت و تروریسم دانشگاه ناتینگهام میپرسیم چطور میشود فهمید چه کسی پشت حمله به قلب اقتصاد عربستان سعودی بوده. همچنین در برنامه امشب جهش کم سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، آمریکا به سراغ ذخایر استراتژیک خود می رود. تحقیق بی بی سی درباره قربانیان جنگ افغانستان، ماه گذشته میلادی روزانه 75 غیر نظامی نیروی امنیتی و شورشی کشته شدند. و درخواست لغو قانون نصب فیلتر دوده در ایران، دولت موافقت کرد سازمان محیط زیست زیر بار نمی رود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. عربستان ضربه خورده که در تاریخ این کشور بعد از تشکیل پادشاهی سعودی سابقه نداشته. یک حمله ناگهانی، پیچیده و مؤثر به قلب اقتصاد این کشور صدمه جدی زد. تأسیسات نفتی بقیق و خریس بعد از این حمله دست کم تا اطلاع ثانوی از کار افتاده. نتیجه کاهش تولید 5,700,000 بشکه در روز، بیشتر از نیمی از تولیدات روزانه عربستان، 5% نفت بازارهای جهانی. ریاض هنوز نتوانسته مشخص کند که از کجا خورده، اگرچه میگوید که مبدا حمله منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن نبوده و قطعا سلاح به کار رفته ایرانی است. آمریکا گفته در کنار عربستان می‌ایستد. اسرائیل گفته آماده روبرو شدن با سناریوی جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا است. ایران دست داشتن در حمله را قویا رد کرده، ولی تصاویر و شواهدی که ارائه شده چقدر روشن کننده ماجرا است؟ دلیل احتیاط عربستان در اعلام موضعش چیست؟ یک بار دیگر شبح جنگ منطقه را تهدید می‌کند، شیار گل گزارش می‌دهد. هر روز که از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی می‌گذرد، انگشت اتهام به سوی ایران بیشتر می‌شود. این تصاویر ماهواره‌ای است که دیروز آمریکا منتشر کرد. تصاویری که 19 نقطه از تأسیسات نفتی عربستان در بقیق به خریس را نشان می‌دهد که هدف حملات روز شنبه بودند. تصاویری که دقت حملات را نشان می‌دهد. منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند دقت و پیچیدگی این حملات نمی‌تواند در توان شبه نظامیان حوثی یمن باشد. آنها انگشت اتهام را مستقیماً به سوی ایران نشانه رفتند. رئیس جمهوری آمریکا از متحدش عربستان سعودی حمایت کرده و در توییتی نوشت به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد. دلایلی در دست است که نشان می‌دهد چه کسی پشت این حملات بوده. پس از تایید آماده حمله هستیم، اما منتظریم ببینیم پادشاهی عربستان چه کسی را عامل این حملات می‌داند. بر اساس آن اقدام خواهیم کرد. حمایت المكتسبات الوطنيه. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن می‌گوید مبدا این حملات از یمن نبوده. الاسلحه التي تم استخدامها. شواهد اولیه نشان می‌دهد سلاح‌های استفاده شده در حمله تروریستی به بقیق و خریس ایرانی بوده. ما به تحقیقات ادامه می‌دهیم و نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد. همچنین تحقیقات اولیه نشان می‌دهد برخلاف ادعای شبه نظامیان حوثی حملات تروریستی از یمن نبوده. آنها وسیله‌ای در دست سپاه پاسداران برای پیشبرد اهداف ایران هستند. تأتی هذه العملیه. روز شنبه گذشته گروه حوثی های یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. چند هفته پیش هم تلویزیون وابسته به این گروه انبار موشک‌ها و پهپادهای آنها را نشان داد. اما منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند با توجه به مسافت و شواهد از یمن که در جنوب این کشور است حمله نشده، بلکه احتمالاً از شمال و شمال غرب به این تأسیسات نفتی حمله شده است. بسیاری از کارشناسان میگویند احتمالاً مجموعه ای از پهپادها و موشک‌ها از ایران یا عراق تأسیسات نفتی عربستان را هدف گرفتند.
اما ساعتی پیش دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد که مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور گفته که آمریکا می‌داند مبدأ حملات به عربستان از عراق نبوده است. حال که گفته می شود شواهد نشان می دهد که احتمالاً مبدأ این حملات نه یمن بوده و نه عراق، توجه به سوی ایران جلب شده. جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که از مردم یمن و حقوق اونها دفاع می کنه، اما اینکه این گونه حملات و به صلاح اقدامات دفاعی رو به جمهوری اسلامی ایران نسبت بدن واقعاً در راستای همون دروغ حداکثری هست. که حمله به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی تنش بین این کشور و آمریکا را با ایران وارد مرحله خطرناکتری کرده است. ژیار گل، بی بی سی. همین الان تصاویر زنده داریم از آنکارا پایتخت ترکیه، جایی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همینطور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اونها در یک نشست خبری شرکت کردند و مشغول پاسخ گفتن به سوال خبرنگارها هستند. موضوع بحث سه رهبر تحولات سوریه بوده، ولی خب همین الان آقای روحانی داره صحبت میکنه. کمیته قانون اساسی من فکر میکنم در آینده نزدیک زمینه فراهم هست برای اینکه کارش رو شروع بکنه، اما در این حال یک پروسه بسیار دقیق و مهمی هست. اصلاح قانون اساسی در واقع به معنای این هست که همه اونهایی که حق دارند در سوریه رأی بدن از اقوام متفاوت دولت سوریه معارضه، منافع اونها و نظرات اونها به طور متعادل در قانون اساسی جدید و اصلاحاتی که انجام میگیره مورد مراعات قرار بگیره. بنابراین این پروسه ایست که آغازش گرچه سخت شروع شد، اما ادامهش و به ثمر رسیدنش به مراتب سخت‌تر خواهد بود. بنابراین همه باید کمک کنند و سه کشور، سازمان ملل، نماینده دبیر کل، همه باید با هم مشارکت بکنیم تا این پروسه به ثمر برسه. نسبت به مسئله حمله پهپادها، سوال کننده البته بیشتر به فکر نفت بود، اما من بیشتر نگاه میکنم به مسئله امنیت و ثبات منطقه به جای نفت، و این مشکل ریشش از تجاوز به یمن شروع شده. باید از اونایی پرسید که به چه دلیلی به یمن تجاوز کردند. یمن را روزانه دارن بمباران میکنن، ویران کردند، مردم اونجا رو از بین بردند، و خب مردم یمن ناچارند در برابر این همه تجاوز و سیل اسلحه از آمریکا و اروپا به سمت عربستان و امارات پاسخ بدن. نمیتونن در برابر ویرانی کشورشون دفاع مشروع نداشته باشن. کاری که مردم یمن انجام میدن دفاع مشروع از خودشون هست، حمله متقابل هست. راه حل اساسی هم پایان دادن به این تجاوز هست. ما معتقدیم راه حل یمن یه راه حل سیاسی هست، و شاید اونچه که در روند آستانه ما شاهد بودیم بتونه الگویی باشه برای یمن، و کشورهای منطقه بتونن تلاش بکنن تا صلح و امنیت رو به یمن برگردانند، و خود به خود وقتی امنیت به یمن برگرده اون وقت اون نفتی هم که مورد نظر شما هست در امنیت تولید میشه و در امنیت صادر میشه. حسن روحانی بود رئیس جمهوری ایران. واکنش آقای روحانی کم و بیش سربسته بود. او گفت که مشکل بر میگرده به آنچه که در یمن در حال رخ دادن هست، و گفت که دفاع مشروعی است که از طرف مردم یمن به گفته آقای روحانی داره صورت میگیره. پاسخی بود به سوال یکی از خبرنگاران که موضوع حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو هم مطرح کرد. افضل اشرف استاد
امنیت و تروریسم دانشگاه ناتینگهام از همین شهر در انگلستان با ماست. من باید اضافه بکنم که اگر احیانا آقای روحانی حرف مهمی بزنه باز هم برمیگردیم به این کنفرانس خبری. منتها آقای اشرف، از اطلاعات موجود، عکسهایی که منتشر شده، میشه فهمید که حمله کار کی بوده؟ به نظر میاد که آقای روحانی هم حرفش این بود که کار ایران نبوده. نه، الان نمیتونیم با قطعیت بگیم که چه کسی پشت حملات بوده. حوثی‌ها مسئولیت حمله رو بر عهده گرفتند و در حمله‌های گذشته هم اونها این قابلیت رو نشون دادن که دست به حمله‌های مشابه بزنن. تنها مدرکی که توسط آمریکا و سعودی‌ها هم ازش حمایت کردند منتشر شده، همون صحبت‌های آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا است که در توییتی گفت ما هیچ دلیلی در دست نداریم که به این نتیجه برسیم که این پهپادها از یمن اومدن، که شاید حرفش درست باشه، اما نشون میده از کجا اومدن. امروز یه سری تصاویری منتشر شدن که این تصاویر حاکی از این هست که حمله از طرف شمال غربی به طرف تأسیسات نفتی بوده، اما این خیلی قانع کننده نیست یا خیلی دقیق نیستش که بگیم که این پهپادها مبدأشون کجا بود، برای اینکه هر خلبانی به شما خواهد گفت شما از نقطه‌ای که بخواین حمله بکنید خیلی فرق میکنه با اون مسیری که دارین برای انجام اون حمله پرواز میکنین. چرا؟ این بسته به وضعیت جغرافیایی منطقه داره، بسته به سپرهای دفاعی اون نقطه هدف قرار داره، و در این مورد خاص هم اگه شما نگاه بکنید به نحوه حمله به این تأسیسات نفتی خواهید دید که این حملات در یک نقطه بسیار دقیقی انجام شده، یعنی که سلاح‌های نقطه زن مورد استفاده قرار گرفتن، یعنی نقاطی که مورد اصابت قرار گرفتن بیشتر نشان دهنده فاصله اونها از دیگر نقاط تأسیسات نفتی هستش، تا اینکه بخواد نشون بده بر اساس یک خط صاف ممتد این حمله از کجا صورت گرفته. دقیقاً بعضی از مقام‌های آمریکایی البته بدون اینکه اسمی از اونها برده بشه به همین قابلیت اشاره کردن، گفتند که کمتر کشوری در منطقه است که مثل ایران قابلیت زدن اهداف به این دقت رو داشته باشه یا حتی ادعا کنه. می‌دونیم که ایرانی‌ها، مقام‌های ایران بارها ادعا کردند که اونها قابلیت زدن دقیق حملات و تأسیسات رو به شکل نقطه زن دارند. Well, that's point that Iranians been saying they have that capability. بله، این نکته هستش که ایرانی همواره روش تاکید کردن که ما این قابلیت رو داریم، اما به معنی نیستش که دیگران این قابلیت رو ندارند. قابلیت هدایت یک سلاح به یک نقطه خاص قابلیت هستش که همه دارن، حتی گوشی‌های هوشمند، موبایل‌ها هم چنین قابلیتی رو دارن که مثلا در یک برد چند متری این کار رو انجام بدین. شما میتونین تکنولوژی هدایت رو از طریق اینترنت هم بر عهده بگیرین. برای همین نمیتونین این صحبت‌های ایران رو حمله بر این بکنید که لزوماً ایران مقصر حمله بوده. نمیخوام حالا از ایران دفاع بکنم، اما به عنوان کارشناس به نظر من این بسیار مهم هستش که ذهن خودمون رو باز نگه داریم و شواهدی که تا الان ارائه شده به هیچ وجه به شکل قانع کننده حاکی از این نیست که چه کسی این حمله رو انجام داده. تنها چیزی که ما میتونیم مبنا قرار بدیم صحبت‌های دیگه ایرانه که گفته ما نکردیم این کارو، حوثی‌ها هست که گفتن ما کردیم این کارو. حوثی‌ها نشون دادن قابلیت حمله مشابه رو دارن که چند ماه گذشته علیه فرودگاه عربستان انجام دادن، و همینطور این گزارش‌ها هم بوده که حوثی‌ها علیه کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس هم حمله‌های مشابهی از فاصله‌های دورتر انجام دادن. برای همین من خیلی مطمئن نیستم که این نقطه زنی خارج از قابلیت حوثی‌هاست. مطمئن هستم که بالاخره ایرانی‌ها به نفعی حمایت کردن در این قضیه از حوثی‌ها، بهشون شاید آموزش دادن، شاید وسایل و دستگاه‌های لازم رو دادن و مثلا بهشون آموزش دادن که چجوری بتونن برنامه‌ریزی بکنن که این سلاح‌ها رو با یک نقطه زنی دقیق انجام بده. اما این لزوماً به این معنی نیست که
این موشک‌ها از حریم ایران شلیک شدن، سوالی که شما از من کردید. من فکر کنم در این لحظه باید ذهنمون رو باز نگه داریم، برای اینکه هیچ مدرک قانع کننده به هیچ سمتی در دست نداریم. شما با نیروهای ائتلاف در افغانستان کار کردید، در عراق کار کردید، گروه‌های مسلح رو از نزدیک دنبال کردید. عربستان در این طور شرایطی از نظر شما چه واکنشی میتونه نشون بده؟ من فکر کنم سعودی ها مثل آمریکایی ها یا مثل هر کشور دیگه، حتی مثل ایرانی ها، کاری که میکنن این که این رخدادها رو برمیدارن و یک چارچوب و یا یک روایت سیاسی رو روش قرار میدن. اونچه که برای سعودی ها مهم هست تولید نفتشون هست. دارن سعی میکنن به شدت که به همه دنیا، به بازارهای نفتی اطمینان بدن که دوباره جریان تولید نفت رو از سر خواهند گرفت. سعودی ها این احساس رو میکنن که باید هر جور شده دست به یک کاری بزنن. مثل آمریکایی ها این حس رو میکنن که دست به کاری بزنن. حالا اگر هیچ نیرو بازدارنده این نباشه، شاید منجر به این حمله به ایران بشه، چون ایران رو دارن متهم میکنن دستشان در این قضیه. ولی کاری که نمیخوام بکنن اینه که اعتراف بکنن که اگر این کار حوثی‌ها بوده، غیر مسلمون اعتراف رو بکنن که نتونستن حوثی ها رو مهار بکنن. بنابراین شما یک سری تحولات پیچیده ای دارین که نهایتا منجر به این خواهد شد که سعودی ها سعی کنن آمریکایی ها رو مجاب کنن که دست به یک اقدام بزنن. لازمه که شما به این فکر بکنید که اگر آمریکایی ها واقعا دست به اقدامی علیه ایران بزنن و ایرانی هم گفتن که مقابل مصر خواهند کرد و اقدام متقابل خواهند کرد، اون موقع مشکلاتی که ما با بازار نفت خواهیم داشت بسیار بدتر از مشکلاتی است که الان داریم. بنابراین واقع بینانه ترین کاری که سعودی ها میتونن انجام بدن این هستش که سعی کنن تأسیسات نفتی خودشون رو ازش محافظت بکنن قبل از اینکه بخوان هیچ کار دیگه بکنن. برای همین به نظر من باید بیشتر روی این قضیه فکر کنن. خیلی ها هستن که ایده های جدیدتری دارن برای دفاع و حفاظت از تأسیسات نفتی به شکل خیلی مؤثر تر از الان، و برای همین فکر میکنم که اولویت دولت عربستان در حال حاضر باید این قضیه باشه. ممنونم از افضل اشرف، استاد امنیت و تروریسم دانشگاه ناتینگهام از شهر ناتینگهام با ما. بازم برمیگردیم به آنکارا، جایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همینطور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مشغول صحبت کردن هستند در یک نشست خبری. لحظات پیش آقای روحانی اشاراتی کرد که همین الان هم به نظر میاد سوالی متوجه آقای روحانیه. ببینیم که پاسخ آقای روحانی چی است. بله، الان به نظر میاد که آقای روحانی داره تعارف میکنه و پاسخ رو حواله کرد که یکی دیگر از شرکت کننده ها ولادیمیر پوتین بیان بکنه. در هر صورت علی احمد مدیر مؤسسه امور خلیج از واشنگتن دی سی با ماست. آقای احمد شهروند عربستان سعودی هستند و با منطقه‌ای که حملات در اون انجام شده بسیار آشنا هستند. آقای احمد، عربستان سعودی خیلی واضح و آشکار نگفته که کار ایران بوده، گفته که سلاح‌ها ایرانی بوده، منبع و مبدا حمله یمن نبوده. به نظر میاد که کمی داره احتیاط میکنه. دلیل این احتیاط چیه؟ بله، سعودی ها محتاط هستند، برای اینکه اونها نمیخوان با ایران به طور مستقیم درگیر بشن. من فکر بکنم عربستان دارن متوجه میشن که اوضاع از کنترل خارج شده، بهتره که سعی بکنن اوضاع رو فرو بنشانن. حتی بعد از اینکه ترامپ و پومپئو ایران رو مقصر اعلام کردن، و با اینکه درست هستش که بله مؤلفه‌ای از حضور ایران و نقش ایران در ساخت این سلاح‌ها وجود داره، اما همین مؤلفه‌ها رو درباره حضور چین هم در این تأسیسات می‌بینیم. بنابراین ما قبلا هم سلاح‌های مشابهی دیدیم که حالا قطعات ایرانی اون تو این سلاح‌ها وجود دارن، جای دیگه هم همین قطعات وجود دارن. بنابراین کاری که سعودی دارن انجام میدن اینه که یه مقدار وقت بخرن که ببینن بهترین راه مدیریت این وضعیت چیه. چه کار میتونن بکنند؟
به نظر من بهترین کاری که اونها میتونن در حال حاضر انجام بدن کاری هستش که ایران در دهه 60 شمسی انجام داد، وقتی که آقای خمینی اون جام زهر رو نوشید. وضعیت جنگ یمن وضعیت خوبی نیست. 2 میلیارد دلار هزینه این جنگ در یمن برای سعودی ها هستش و الان هم این تأسیسات نفتی آسیب دیدن. بهترین وقت واقعا پایان دادن به جنگ یمن هست. به نظرم این بهترین گزینه هستش و اگه اونها به جنگ یمن پایان بدن، هیچ که به تأسیسات نفتی اونها حمله نمیکنه، پول زیادی هم صرف جویی خواهد کرد. به نظرم این بهترین گزینه است. کشوندن آمریکا به یک جنگ با ایران چیزیه که ترامپ نمیخواد، مخصوصا یک سال پیش یک انتخابات و هزینه‌اش هم بسیار بالا خواهد بود. بنابراین فکر کنم که سعودی ها میخوان وضعیت رو فرو بنشانند. من با عده‌ای در یمن صحبت کردم، هیچ پروازی بر فراز یمن انجام نشده در 24 ساعت گذشته. بر همین من فکر کنم که سعودی‌ها کلاً دارن اصلا راجع به کل قضیه جنگ یک بازنگری میکنن و ایشالله که جنگ تموم بشه. اگر عربستان سعودی از یمن خارج بشه به این شکل، فکر نمی‌کنید که وجهه خودش رو از دست میده شخص محمد بن سلمان و این شکست ممکنه که پیامدهای دیگه‌ای هم داشته باشه برای دربار سعودی؟ بله، تبعاتی خواهد داشت، این مسلمه، اما من فکر میکنم که این تبعات کمتر خسارتبار برای عربستان خواهد بود تا اینکه بخوان 50 میلیارد دلار پول از دست بدن برای اینکه تأسیسات نفتیشون حالا برای 6 ماه دیگه نمیتونه کارشو از سر بگیره. من حساب کردم که حداقل 50 میلیارد دلار ضرر میکنن. پول خیلی زیادیه. بهتر از این کار است که غرورشون رو زیر پا بذارن، این برگ رو ببندن، این فصل رو ببندن. هم برای عربستان سعودی بهتره، هم برای پادشاهی سعودی، هم برای منطقه. یمنی ها هم بسیار خوشحال خواهند بود و استقبال خواهند کرد از چنین حرکتی، از پایان جنگ. بدون این قضیه چنین حملاتی تکرار خواهد شد و اون موقع باید خیلی تصمیمات سختری از طرف عربستان سعودی اتخاذ بشه. علی احمد، مدیر مؤسسه امور خلیج از واشنگتن دی سی، ممنونم از حضور شما در برنامه. حمله 2 روز پیش به تأسیسات نفتی عربستان، نوسان شدید قیمت‌ها را در بازارهای مالی بین‌المللی انرژی همزمان با آغاز به کار هفته جدید در پی داشته. در معاملات اولیه امروز بازار نفت، هر بشکه نفت برنت با 20% افزایش به 71.95 دلار رسید. خروج بیش از 5% از نفت مورد نیاز جهان از چرخه تولید عامل اصلی این نوسان ها بود. عربستان هنوز نگفته بازسازی تأسیسات آسیب دیده‌اش چقدر زمان میبرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ریحانه مظاهری. نوسان شدید در بازارهای جهانی صبح دوشنبه، 2 روز بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان. آسیایی‌ها اولین بازارهایی بودند که جهش شدید قیمت نفت را حس کردند، جایی که معمولاً روزی 7 میلیون بشکه نفت این کشور در آن معامله می‌شود. لرزه‌های انفجار در تأسیسات نفتی یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت خام جهان حالا به وضوح در بازار دیده می‌شود. رکورد ثبت شده در جهش 19% بهای نفت خام برنت دریای شمال خود گویای واکنش بازار است. خروج حدود 5% از نفت مورد نیاز جهان از چرخه تولید بهای نفت خام برنت را تا حدود 12 دلار در هر بشکه افزایش داد. ترکش های خروج نیمی از نفت تولیدی عربستان از بازار تأثیرش تنها بر نفت نبود، بلکه حدود 1% هم بر بهای جهانی طلا افزود. واکنش ها حتی تا تهران هم که حالا برخی انگشت اتهام را به سوی آن نشانه گرفتند پیش رفت. بورس تهران امروز جهش حدود 5000 واحدی شاخص ها را تجربه کرد و شاخص بورس به 307000 رسید. بامداد شنبه 14 سپتامبر در 2 حمله جداگانه، پالایشگاه بقیق و پس از آن میدان نفتی خورایس هدف حمله قرار گرفتند. حمله ای که حوثی ها گفتند کار آنها بوده. پس از این حملات بود که وزیر نفت عربستان تایید کرد که تولید 5.700.000 بشکه نفت این کشور دچار اختلال شده. توقف ناگهانی تولید این میزان نفت آن هم برای مدتی نامعلوم بی سابقه بوده. رکورد قبلی در سال 1979 میلادی همزمان با انقلاب ایران ثبت شده بود، زمانی که 5.600.000 بشکه نفت از بازار جهانی حذف شد.
عربستان گفته که برای جبران کاهش تولید از ذخایر 188 میلیون بشکه خود استفاده می‌کند. موضوعی که وزیر انرژی آمریکا هم در نشست آژانس بین‌المللی انرژی آن را تایید کرد و از دستور ترامپ برای برداشت از ذخایر راهبردی آمریکا خبر داد. در این نشست که مقام‌های ایران هم حاضر بودند، ریک پری فرصت را غنیمت شمرد و حمله به تأسیسات نفتی عربستان را اینگونه محکوم کرد. آمریکا قویاً حمله ایران به تأسیسات نفتی عربستان را محکوم می‌کند و از کشورهای دیگر هم می‌خواهد این حمله را محکوم کنند. این رفتاری غیر قابل قبول است و باید مسئولیت آن را بپذیرند. اشتباه نکنید. این یک حمله عمدی به اقتصاد جهان و بازار جهانی انرژی بود. بازگشت تأسیسات آسیب دیده عربستان به روند تولید عادی ممکن است هفته‌ها وقت ببرد. حالا علاوه بر افزایش تنش در خاورمیانه، آسیب پذیری امنیت تولید نفت هم آشکار شده. موضوعی که برخی تحلیلگران میگویند باید در انتظار تأثیر بلند مدت آن بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی باشیم. ریحانه مظاهری، بی بی سی. لحظات پیش کنفرانس خبری آقای روحانی تموم شد. آقای روحانی همونطور که اشاره شد این حمله رو دفاع مشروع یمن از خودش تلقی کرد. سارا وخشوری مدیر مؤسسه بین المللی انرژی SVB از واشنگتن با ماست. خانم وخشوری، اوضاع روشن‌تر شده، تصاویری منتشر شده، اعداد و ارقامی در اومده. این وضعیت برای عربستان بازارهای جهانی انرژی رو در چه شرایطی قرار داده؟ این افزایش قیمت ها با اینکه جهش زیادی رو داشت، ولی نسبتاً بر اساس میزان زیادی نفت که از بازار خارج شده، از تولید عربستان قطع شده و خارج شده، خیلی واکنش خیلی شدید و شوک آفرینی نبود. یعنی قیمت ها خیلی به صورت مادریت و خیلی منطقی بالا رفت و همین توی گزارش خودتون هم که همکارتون گفتن این 5,700,000 بشکه آخرین بار که یک همچین مقداری از بازار خارج شده انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق بوده. در اون زمان قیمت های نفت تقریبا دو برابر شده و ما این رو نمیبینیم. یعنی این 20% که شما میگین رفت بالا، تا آخر روز یک مقدار هم کاهش پیدا کرد. دلیل اون اینه که فعلا در بازار برای حداقل تا یک ماه و خود عربستان میتونه این قطع نفت خودش رو جبران کنه و تا ماهای آینده بازار تقریبا به اندازه کافی ذخیره نفت داره. و البته توییت آقای ترامپ و اجازه برای استفاده از ذخایر استراتژیک آمریکا هم عامل خیلی موثری بود. دو عاملی که باعث قیمت‌ها امروز افزایش پیدا بکنه، یکی عدم قطعیت نسبت به توانایی عربستان برای برگشت این تولید هست و اینکه بازار نمیدونه کی دقیقاً این 5,700,000 بشکه برمیگرده به بازار. نکته دوم عامل ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک نگرانی بازار هست که این ما احتمال نمیم که تا مدت‌ها بمونه. یعنی حتی اگر که عربستان هم تولید خودش رو بازگردونه، این عامل ریسک ژئوپلیتیکی ممکنه تا یک مدت که بازار اطمینان پیدا کنه که حملات اینچنینی اتفاق نمیفته، تا مدتی روی قیمت‌ها بمونه. در هر صورت 5,700,000 بشکه روزانه از تولیدات جهانی برداشته شده. کدوم کشورها مشتری‌های عربستان سعودی هستند و بیشترین تأثیر رو می‌گیرند؟ مثلاً آسیایی‌ها بیشترین مشتریان عربستان هستند. آمریکا، واردات آمریکا خیلی کم هست، تقریباً صفر از عربستان. نکته‌ای که اینجا می‌خوام یادآوری کنم اینه که تقریباً تمام این ظرفیت و بیشتر این ظرفیت که خارج شده نفت خام سبکه و فعلاً در بازار میشه گفت که نفت خام آمریکا بهترین جایگزین هست یا جز جایگزین‌های قوی هست برای این نفت خام. و عربستان امروز و حالا دیروز با مشتریانشون مذاکراتی رو داشتن که به جای نفت سبک فعلا تا مدتی نفت سنگین بهشون تحویل دادن. برای این هم مهمه که توجه کنیم که این نفت خامی که از بازار خارج شده در عربستان بیشتر نفت سبک عربستان بوده. نکته دیگه هم که مهم هست اینه که عربستان بیشترین ظرفیت مازاد بر تولید رو در بازار داره که معمولا بازار اون رو به این برای بازار مهمه
که هر وقت عرضه به مشکل برمیخوره از این ظرفیت عربستان استفاده کنن. و این پالشگاهی که صدمه دیده تقریبا تمام و بیشتر این ظرفیت مازاد بر تولید عربستان رو از دسترس خارج میکنه که اون هم یک ریسک مهمه. فقط هم عرضه نفت نیست، الان به دلیل بی‌ثباتی که شما هم اشاره مختصری بهش کردید، مسئله حمل و نقل مطرح میشه چون از آمریکا باید تأمین بشه، مسئله بیمه اینجا مطرحه و موضوعاتی از این قبیل. معلومه نیست که عربستان دوباره میتونه تولیدات خودش رو برگردونه. اینها در دراز مدت چه اثری بر بازار نفت میگذاره؟ نکته حمل و نقل و بیمه فعلا تا بر اساس آماری که عربستان و جاهای مختلف منتشر کردن، عربستان فعلا نزدیک 188 میلیون بشکه نفت ذخیره داره که تقریبا نزدیک به 30 روز 20 تا 30 روز میتونه بسته به نوع نفت خام که ذخیره شده میتونه این قطعی نفتش رو جایگزین کنه. و موضوع حمل و نقل، ریسک علیه حمل و نقل از زمانی شروع شد که تانکرهای نفت توی خلیج فارس و دریای عمان مورد حمله قرار گرفتن. به هر صورت اینا تمام ریسک‌های سیاسی و روانی در بازار هست که از زمانی که آمریکا از این برجام خارج شد و علیه ایران تحریم رو شروع کرد، این ریسک‌ها همچنان در حال افزایشه. و به این مقطع که ما الان رسیدیم که تأسیسات تولید نفت یکی از مهمترین صادرکننده های دنیا تحت تاثیر قرار گرفته، این ریسک سیاسی ممکنه که برای مدت طولانی بمونه و قیمت ها حتی اگر تمام این نفت هم برگرده به سرعت کاهش پیدا نکنه. ممنونم از سارا وخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SBB از واشنگتن با ما. یافته های یک تحقیق تازه بی بی سی نشان میدهد که در ماه گذشته میلادی تلفات جنگ در افغانستان بیشتر از مجموع تلفات جنگ در سوریه و یمن بوده. بر اساس این ارزیابی 2307 نفر در ماه اوتی آگست در افغانستان کشته شدند. با این حساب روزانه 74 نفر در خشونت های افغانستان قربانی شدند که نیمی از این تعداد افراد گروه طالبان هستند. شماری قابل توجه. غیر نظامیان هم بهای سنگینی پرداختند و دست کم 473 نفر غیر نظامی در این مدت کشته شدند. در جریان این گزارش تحقیقی تصاویری از خط مقدمه جنگ، بیمارستان‌ها و مناطق تحت کنترل طالبان به دست آوردیم که ارشاد هنریار نگاهی به آنها انداخته. هر روز جنگ و خشونت، هر روز خبر کشته شدن و از دست دادن. یک ماه در افغانستان، در ماه آگوست یا اسد هر روز در افغانستان 75 نفر کشته شدند. صدای انفجار در روزهای عید هم شنیده شد. به دیدار خانواده آمده ایم که در روز عید به اذان نشستند. میگم الهی طالب روی کامیابی نصیبتان نشه، سرنگون شوید. دو دختر این خانم یک ماه پیش برای خرید عید بازار رفته بودند. کودکانشان را هم در خانه گذاشتند. آنها با 12 نفر دیگر در انفجار یک کامیون در کابل کشته شدند. و دو چشمم طرف دروازه بود که قید تا دخترم وردش داخل خانه میشه. اما نامدم. هیچ کس در این جنگ مسئول نیست. ولایت هرات در غرب کشور. آمارهای ما نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته از هر 3 کشته یکی آن پلیس بوده. شورشیان طالب هم وضعیت مشابه داشتند. تصاویری که به ما داده شده سربازان در حال جنگ را نشان می‌دهد که با وجود تلفات سنگین باز هم ایستادگی می‌کنند. هم تلفات هر دو جانب است و هم تلفات ملکی بعضی وقت به وجود میاد. ما مکلف هستیم از آبرو و عزت مردم، از خاک خود، از سرزمین خود دفاع میکنیم و در سنگر دفاع مشروع قرار داریم. تلفات طالبان زیاد است. یافته های ما نشان میدهد که در این ماه نیمه از کشته ها طالب هستند. حدود 1000 جنگجو. شورشیانی که یا در نبرد رو در رو کشته شدند یا در حملات هوایی. آنها هنوز هم تهدید جدی هستند.
قدرتمندتر از سال 2001 زمانی که بیرون رانده شدند. گروهی که حتی با آمریکا وارد مذاکرات صلح شد. روزها، هفته ها و ماه ها پشت سر هم میگذرد و خشونت در افغانستان جان افراد زیاد را میگیرد. کم نیستند خانواده هایی که در این میان داغدارند و امید به پایان جنگ هم ندارند. در یک ماه گذشته در حالی که بیشتر از هر زمان این مردم خبرهای مرتبط به صلح را شنیدند اما شاهد جنگ و خشونت بودند. مردمی که با اضطراب و نگرانی منتظر آمدن و گذشتن روزهای آینده هستند. در وسط این جنگ غیر نظامی ها گیر ماندند. دولت هم از بر میزنه، طالب هم از بر چاره ما مردم چی؟ ما آخری چی کار کنیم؟ یک ماه از جنگ که 18 سال زمان گرفت. حتی اگر دولت و طالبان صلح کنند، دشمن تازه‌ای در کمین نشسته. داعش. حتی این پیرزن 70 ساله تفنگ به دست شده. جنگجویان داعش سه پسر و سه نوه نیاز بیبی را در برابر چشمانش کشتند. او حالا از 40 نوه‌اش مراقبت می‌کند. شوهرم نبینه است. من هم تنها با یک چشم میتوانم ببینم. در وضعیت ناگواری هستم. پسرانم به خاطر این سرزمین جانشان را از دست دادند و من نگران آینده این کودکان هستم. یک پسر دیگر نیاز بیبی سالها پیش در جنگ کشته شد. پسر پنجمش هم زخمی. اندوه این مادر بزرگ داستان هم افغانهایی است که سالهاست تنها جنگ را میشناسند. ارشاد هنریار، BBC کابل. در این باره گفتگوی داریم با روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و همینطور عزیز احمد تسل مسئول گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان، هر دوی آقایون از کابل. آقای احمدزی، بر اساس این ارزیابی ها که ارزیابی حد اقلی هست، 700 نفر از افراد اردوی ملی ارتش افغانستان کشته شدند، بیشتر از 470 غیر نظامی هم کشته شدن. این یک ناکامی نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندای عزیز. قضاوت خیلی زود و عادلانه نیست به نظر من. میایم روی از این موضوع که تحقیق که صورت گرفته، روی از این ارقام که نشر شده یک بازنگری جدی صورت بگیره، بیایم روی اصل واقعیت ها و حقیقت ها اگر مکس صورت بگیره و تحقیق جدیدتر که به اساس واقعیت ها باشه صورت بگیره، خیلی خوب است. چیزی که بر ما نیروهای دفاعی و امنیتی افغان خیلی مهم است، او جلوگیری از تلفات افراد ملکی است. ما به خاطر دفاع مردم، دفاع خاک و دفاع ای کشور سلاح را بر شانه گذاشیم. پس چی دلیل وجود داره که ما دوباره باز میل سلاح را دور بتیم به خاطر کشتار مردم؟ نیروهای دفاعی و امنیتی افغان، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در هماهنگی کلی و بسیار نزدیک عملیات های خود اجرا می کنند. میگید که ارقام درست نیست. این ارقام حداقلیه. یعنی تا جایی که ما تونستیم تأیید این ارقام رو بگیریم، این ارقام رو منتشر کردیم. رقم‌های تخمینی بیشتر از این هاست. این یک مورد. منتها کسی نگفته که نیروهای ارتش افغانستان عمدن غیر نظامیان رو میکشن. اینی که تلفات خودشون بالاست و تلفات غیر نظامیان هم بالاست به معنای این نیست که اونها نتونستن وظیفه خودشون رو درست انجام بدن. جناب موسوی، من در این مورد از پیشتان سوال دارم. آیا ارقام وزارت دفاع ملی و یا هم سربازان اردوی ملی را کیها از آدرس وزارت دفاع ملی برتان تایید کرده که 700 تن در یک ماه است؟ کس تایید نکرده، درست؟ پس به این اساس ما برتان میگم که گزارشتان اگر در یکی از منابع وزارت دفاع بوده، ارگانهای امنیتی افغانستان بوده، ولی شما یک طرف داستان هستید. در هر صورت آقای تسل، نظر شما چیه؟ چه ارزیابی دارید از آنچه که ارائه شد، خصوصا حرفای آقای احمدزی؟ تشکر. ما
مشخصا در مسئله تلفات افراد ملکی میخوایم صحبت داشته باشیم. یک تلفات نظامی ما زیاد است یا کم است شما و جناب احمد زای صاحب، و اما مسئله افراد ملکی یک مسئله بسیار جدی و بسیار نگران کننده هستند. در 3 ماه گذشته نزدیک به 3000 تلفات افراد ملکی ما ثبت کردیم که در نزدیک به 3000 فرد ملکی در جنگ افغانستان از تمام جوانبی که در جنگ افغانستان دخیل هستند بر افراد ملکی تلفات وارد شدند. هیچ گروه، هیچ جانبی که در جنگ افغانستان دخیل هستند، اونا علیه افراد ملکی رحم نکردند. اگر حکومت افغانستان هستند و اگر طالبان هستند و اگر گروه داعش هستند، اونها بر مراتب تلفات افراد ملکی را وارد کردند. از یک طرف طالبها اماکین عامه را استفاده میکنند و در جای عامه سنگر میگیرند، از دیگر طرف حکومت افغانستان به جای از این که گروه های استخباراتی را زیاد بکنن، بم ها را زیاد کردن، عملیات را زیاد کردن در جایی که افراد ملکی بوده باش دارن. یعنی از این چشمپوشی نمیشن که اشتباهات بسیار زیاد صورت میگیرن از هر طرف که در جنگ افغانستان دخیل. درسته که اشتباه صورت میگیره، ولی آقای تسل، اگر طالبان، اگر گروه های مثل داعش از افراد غیر نظامی ها اصطلاحاً ملکی به عنوان سپر انسانی استفاده بکنه، تکلیف چیه؟ شما میدانین که همیشه کسایی که جنگ میکنن و مخالف حکومت افغانستان هستن، اونا در زیادتر موارد افراد ملکی را سپر قرار گرفته، اما ما حکومت داریم، ما گروه های امنیتی داریم، ما استخبارات افغانستان داریم. اونها متاسفانه در 18 سال گذشته این قابلیت و این توانایی را پیدا نکردن که چطور افراد ملکی و طالب ها را جدا بسازن. یعنی چطور اونا بتانن که در اطرافی که طالب ها بودباش دارن، حضور دارن، از افراد ملکی اونا را جدا بکنن، یعنی گروه استخباراتی را قوت بخشن. با شما میدانین که نه تنها وزارت دفاع افغانستان، دیگر نهادها یا دیگر یونت های نامعلوم هستن که اونا عملیات شبانه انجام میتن که در نتیجهش بسیار زیاد تلفات افراد ملکی وارد میشن. یک تعداد گروه های نو پیدا شدن که اونا پاسخگوی به حکومت افغانستان نیستن، و فرامین رئیس جمهور افغانستان که 3 ماه پیش صادر شدن، هیچ فردی که در جنگ افغانستان هستن، از منظور از گروه های امنیتی هستن، اونا توجه نکردن، یعنی حکم رئیس جمهور را قبول نکردن. بسیار خب، آقای احمد زای، پاسخ شما چیه؟ پاسخ ما بر تسل صاحب، به شما و همه ملت شریف افغانستانی است. نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در هر عملیاتی که اجرا می کنند، که در یک امانگی خیلی کلی، ما کورکورانه عملیات را اجرا نمی کنیم. با یک معلومات دقیق و معلومات استخباراتی در هماهنگی با همه ادارات دفاعی و امنیتی و محلی، بعد از اون ما داخل عملیات میشیم. در جریان عملیات یگانه چیزی که در صدر کارهای ما است، جلوگیری از تلفات افراد ملکی است. یک مورد، نه ده ها موارد را من براتون مثال زده میتونم که جاهایی که یا هم نقاطی که افراد ملکی بوده و در کنار از او تروریست ها جابجا شده، ما در اونجا زمانی که تشخیص داده شده که همون چیزی را که تسلسل اشاره میکنن که اینجا موضوع استخبارات و کشف این نهاد ما است، زمانی که تشخیص میتن که اینجا افراد ملکی حضور دارن، ما از اجرای از او عملیات خود کنار زدیم. اما بیایم روی از این که عامل اصلی تلفات افراد ملکی گروه تروریستی طالبان هستند. در 2 ماه گذشته اگر شما ببینین ازیان باید چشمپوشی نکنیم، انفجارات و انتحارات که صورت گرفته، تلفات از جانب کی به افراد ملکی رسیدن؟ شما در کابل، در غزنی، در میدان وردک، در قندهار، در ننگرهار، در فاریاب، این موارد است، مثال هایی است که عینی من براتون مثال زده میتونم. طالب ها حملات را آمدن در نقاط یا اماکن هدف قرار دادن که اونجا افراد ملکی بوده. بله. پس به این اساس عامل اصلی اونا هستن. ما بس. در اجرای عملیات خود با وجود از اینکه یک هماهنگی بسیار خوب را داریم،
اولین هدف ما ای است یا اولین موردی که ما روی از او خیلی تمرکز داریم جلوگیری افراد ملکیت. در اینجا خود حرف جلات ما رئیس جمهور صراحت داره و همه سربازان ما در کل همه نیروهای دفاعی و امنیتی به این مسئله خیلی جدی متوجه هستند. آقای تسل، ما تصاویر تلویزیون‌های مداربسته رو از انفجار اخیر دیدیم که یک خودرو، یک موتر، یک ماشین در محله‌ای که چندان محله غیر نظامی هم نیست منفجر میشه، افراد زیادی اونجا قربانی میشن. چطور میشه با چنین شرایطی دولت افغانستان نیروهای ارتش رو در کنار گروهای مثل طالبان و داعش قرار داد و گفت که هر دو به یک اندازه در تلفات غیر نظامیان مسئول هستند؟ دقیقاً ببینین، یعنی ما بر هیچ جوانب برات داده نمیتانیم. اگر ما بگویم که داعش کم مردم را کشتن، طالب زیاد کشتن یا حکومت افغانستان کم کشتن، نه، هر کدامشان به مو یعنی زیاد نفر را کشتن و تلفات بسیار زیاد وارد کردن. در جایی که در شهرها که انفجار میشن، درست است که یک عمل غیر انسانی است، نه تنها که یک قوانین بین المللی، قوانین داخلی وجود دارند، قوانین اسلامی اجازه نمیدن. طالب ها که در روزهای مقدس اعلامیه را صادر میکنن بر کسایی که جنگ میکنن، بر از اونا توصیه میکنن شما مردم ملکی را هدف قرار نگیرین، اما برعکس طالب های کار را میکنن. همچنان حکومت افغانستان رئیس جمهور جدا نختار میتن بر نیروهای امنیتی ما که شما احتیاط کنین، عملیات را که شما انجام میتین باید بر افراد ملکی و به جایی که مردم ملکی بوده باش دارن، در آنجا عملیات را به احتیاط انجام بدین، اما به احتیاطی میشن. یعنی متاسفانه قوانین جنگی در کشور هیچ گروه و یا هیچ بخشی که در جنگ افغانستان داخل است اونا مراعات نمیکنن. همچنان پالیسی ملی کاهش تلفات افراد ملکی ما در حکومت افغانستان داریم، در شورای ملی امنیت کس برشان توجه نکردن. طرز العمل های بسیار زیاد ما در وزارت دفاع خوشبختانه داریم، پالیسی داریم، ما استراتژی جنگ داریم، اما یک استراتژی جنگ که جنگ چطور رهبری کنن متاسفانه کسایی نیستن که او را در نظر بگیرن. بسیار خب. آقای احمد زی، پیشنهاد آقای تسل این بود که گویا باید در این نبرد بیشتر بر روی فعالیت‌های استخباراتی، اطلاعاتی و امنیتی تمرکز کرد تا مثلا حمله‌های شبانه. من خودم به کابل بارها سفر کردم، در این اواخر گزارشی هم داشتم. در همین زمینه نقایص زیادی وارده، این رو قبول نمی‌کنید؟ جناب موسوی، اگر شما عملا بیایید و قسمی که شما گفتین این بار که آمدین هر دو یک جای میریم و در جبهه انشالله ای هم موارد را از نزدیک با هم میبینیم، بر آقای تسل هم ما پیشنهاد میکنم که بیان برن به جبهه و ای هم موارد بسیاری از سوالاتشان حل خواهد شد. هدف ما ای است، ما پیشترم برتان عرض کردم که ما کورکورانه عملیات را نمیکنیم. در جریان عملیات های ما ای را هم میپذیریم که در بعض مواقع خیلی کوچک و محدود بر افراد ملکی آسیب رسیده در نتیجه عملیات ما. تلاش ما ای است، سعی تلاش ما ای است که اینمی عموحد بسیار کوچکی که وجود داره او را به صفر بیاریم، او را به صفر تقلیل بدیم. ما مسئول از ای هستیم. یکی از نشانه های مسئولیت پذیری ما می است که یکی از حادثه ها متاسفانه که در یکی از ولایات کشور رخ داد و رئیس امنیت افغانستان، حکومت افغانستان استعفا داد، به معنای مسئولیت پذیری است، به معنای پاسخدهی بر مردم و ملت است. به این اساس است ما پیشتر برتان گفتم دشمنای مردم افغانستان، طالب، داعش و دیگر گروه تروریستی باید اینو تفکیک کنیم. تسلسل بیادگر دوستایی که هستند
این تفکیک باید داشته باشه. اونا دشمن مردم افغانستان هستن، اونا دشمن ترقی و پیشرفت افغانستان هستن. امروز ببینین اکثریت مردم در تاریکی هستن، از دست کیها هستن، از دست اون مطالب است که پایه‌ها را در خلخمبی زدن و متاسفانه ما در تاریکی هستیم. سوال آخر از آقای تسل بپرسم خیلی کوتاه. دشمن مردم افغانستان هستن، اونا عامل اصلی کشتار مردم ملکی هستن. آقای تسل، شما از جمله گروه‌هایی هستید که نظارت میکنید، بررسی میکنید. خیلی خیلی کوتاه، غیر از این فعالیت نظارتی برای اینکه عوامل کشتار غیر نظامیان رو حسابده بکنید، چه کار کردید؟ مؤسساتی مثل شما چه کردند بیشتر از مثلا حضور در رسانه ها؟ ما یک رای بسیار بارز می دادخواهی از طریق رسانه ها هستن و ما مکررن جلسات با گروه های امنیتی داریم و پالیسی کاهش تلفات افراد ملکی را که ساخته شده گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی یکی از نهادهایی بودند که اونا کار کردند این مسئله و همچنان ما با یوناما و با کمیسیون حقوق بشر ما از نزدیک کار میکنیم و یک تعداد نهادهای دیگه هم وجود دارند در افغانستان که ما امرای زنا میشینیم و سر طرها حال زیادتر فوکس ما سر ازی هستند که چطور ما میتونیم که از طریق لکچرها که بر گروه های امنیتی داده شوه بر از اونا توضیح شوند که چطور در عملیات ها و چطور در جایی که شما عملیات میکنین قوانین جنگی را رعایت بکنین. درست است که وزارت دفاع و نیروهای امنیتی ما اینی ترینینگ ها را و این درس ها را خود خوانده باشه، اما یک دادخواهی نیاز هستند که امرای از اونا آدم بشینن و صحبت شوند که جلوگیری شوند. از دیگر طرف ما سر جامعه جهانی صدا میکنیم که آلی خواه آدرس طالب ها معلوم هستند، یعنی اونا دفتر قطر دارد، شورای کویته دارند، اونا میتونند که جامعه جهانی میتونند که فشار سر دفتر سیاسی طالب ها در قطر و همینطور در پاکستان وارد بکنند. خیلی ممنونم از زحمت تسل. که اونا فشار بیارن که تلفات افراد ملکی را اگر استاد کردن هم با پوزش به دلیل اینکه وقتمون خیلی کمه، از زحمت تسل مسئول گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان و روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع هر دوی آقایون از کابل با ما. آنکارا امروز میزبان نشستی سه‌جانبه بود. رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در اونجا جمع شدن که تصاویر زنده اون رو هم داشتیم. مسکو علاقمنده که سه کشور بتونن در زمینه سوریه راه حلی پیدا بکنند. فرین آسمی گزارش میده. جشن در داخل ایران داشته. مهمترینش دیدار امروز این سه رئیس جمهور پنجمین دیدار آنها از دو سال پیش تا کنون درباره سوریه بود. رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه امروز دیدارهای دو جانبه داشتند و بعد هر سه در جلسه پشت درهای بسته شرکت کردند. بعد از آن هر سه در کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. اصول مشترک مورد تأکید ما ادامه مبارزه با تروریسم تا ریشه‌کنی این بلای خانمانسوز، گفتگو و مصالحه، کاهش تنش، اصلاح قانون اساسی، بازگشت آوارگان، تبادل بازداشت شدگان و بازسازی کشور سوریه است. سوریه آزاد و مستقل، سوریه که نه مورد تهدید دیگران باشد و نه پایگاهی علیه دیگران، سوریه به دور از اشغال و تهدید خارجی و مبرا از تروریسم. و در این مسیر فقط و فقط سوری ها هستند که نسبت به آینده خود تصمیم می گیرند. موضوع ادلب، آخرین پایگاه شورشیان مخالف بشار اسد، از موضوعات اصلی نشست آنکارا بود. ایران و روسیه حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. ترکیه اما همراه آمریکا، متحدان اروپایی و عرب خود خواستار سرنگونی رئیس جمهوری سوریه است و از مخالفان او حمایت می کند. اما حالا که موقعیت بشار اسد بیش از پیش تثبیت شده، اولویت ترکیه جلوگیری از هجوم پناهجویان از ادلب در شمال غرب سوریه به مرزهای دو کشور است. همکنون 3.5 میلیون پناهجوی سوری در ترکیه هستند. ترکیه نگران پیشروی نیروهای سوری در منطقه است که با حمایت هوایی روسیه انجام می شود. آنکارا 12 پست دیدبانی در ادلب دارد تا توافق منطقه حائل را که یک سال پیش با روسیه حاصل شد اعمال کند. ترکیه بارها تهدید کرده حملاتی علیه نیروهای کرد سوریه انجام خواهد داد.
نیروهای کرد سوریه همپیمان کردهای ترکیه هستند. این مسئله باعث تیرگی روابط آنکارا و واشنگتن شده که حامی کردهای سوریه است. کردهای سوریه با گروه داعش می‌جنگند. ایران در سوریه نقش کلیدی داشته، اما در ماه‌های اخیر فعالیت آشکار زیادی نداشته. قدرت گرفتن بشار اسد و کاهش نیاز دمشق به نیروهای نظامی ایران شاید دلیل آن باشد. آمریکا و غرب ایران را متهم می‌کنند که در سوریه حضور نظامی دارد و به بشار اسد کمک مالی می‌کند. ایران اما می‌گوید حضورش در سوریه مستشاری است. فرین عاصمی، بی بی سی. شرکت ایران خودرو دیزل رسما از دولت خواسته قانون را لغو کنه که خودروسازها را ملزم به نصب فیلترهای دوده میکرد. فیلتر دوده وسیله‌ای که برای جذب دوده خودروهای سنگین دیزلی که مسبب نزدیک به نیمی از آلودگی هوا و بیماری‌ها و مرگ و میرهای ناشی از اون هست نصب میشه. ایران خودرو در نامه خودش به دولت گفته به علت تحریم‌ها و نبود سوخت مناسب در کشور قانون الزام به نصب فیلترهای دوده لغو بشه. دولت هم موافقت کرده، هرچند هنوز سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت میکنه. سیاوش اردلان موضوع رو دنبال کرده. این نامه رو کی نوشته سیاوش؟ ببین، قضیه به 4 ماه پیش برمیگرده، موقعی که سعید لیلاز از کارشناسان اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی به قائم مقامی شرکت ایران خودرو دیزل منصوب شد. او در برنامه خودش که ضمن جزء نویسندگان نامه هم بوده از دولت خواسته، نامه رو مستقیم نوشته به اسحاق جهانگیری معاون آقای روحانی. بنابراین شما معاون ایران خودرو رو دارین که به معاون دولت که هر دو از حزب کارگزاران هستن با همدیگه مکاتبه میکنن. در این نامه اومده گفته که با توجه به وجود تحریم ها و نبود سوخت مناسب، شما لطفاً این قانونی رو که ما رو ملزم کرده فیلترهای دوده رو روی خودروهای سنگین دیزلی نصب بکنیم، این قانون رو لغو بکنیم، زیرا شرایط کشور الان این اجازه رو ما نمیده که این قانون رو داشته باشیم. 17 شهریور نامه رو نوشت، 3 روز بعد 20 شهریور دولت اومد طبق نامه‌ای که به وزیر صنعت و رئیس حفاظت محیط زیست نوشت، گفتش که لطفاً با نظر مساعد نسبت به لغو این قانون اقدام کنید. قانون سال 94 تصویب شده، صنعت خودرو خیلی مقاومت کرد. اولین باریه که میگن بیایم کل قانون رو لغو کنیم. بله، اولین باری که تحریم‌ها رو بهانه کردن. قبلا صحبت از این بود که فیلترهای دوده گرون هستن، اگه ما اینها رو نصب بکنیم فشار بعضی از موتورها رو می‌گیرن، راننده‌ها بعد مرتب اینو تعویض بکنن، تصفیه بکنن و این فشار زیادی رو روی صنعت خودروسازی میاره. حالا الان میگن که به خاطر وجود تحریم‌ها و لزوم پابرجا موندن صنعت داخلی خودروسازی لازم هستش که ما فعلا تا وقتی که تحریم‌ها نرفتن این قانون رو نداشته باشیم. و درست دیروز بودش که زینب رحیمی از خبرنگاران پیگیر مسئله نامه رو منتشر کرد و تاییدیه سازمان محیط زیست رو گرفت. اونها گفتن که بله، چنین نامه صورت گرفت و چنین فشاری هم به سازمان محیط زیست هستش که قانون رو لغو کنه. ممنونم از همکارم سیاوش اردلان و با پوزش که وقتمون خیلی کم بود برای این گفتگو، و ممنونم از شما که تا این لحظه این برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید.